پس از خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، مسلمین با فرزند ارشد ایشان حسن ابن علی بیعت کردند. معاویه ابن ابی سفیان حاکم شامات هم خود را خلیفه بی‌رقیب مسلمین می‌دانست و به نزاع با حسن ابن علی دامن زد. عراق و شام در برابر هم سفارایی کردند. منطقه مدائن پایتخت پادشاهان ساسانی ایران در همسایگی کوفه مرکز حکومت مسلمین بود و جزو قلمرو دولت خلیفه به شمار می رفت. اغلب تجار و اشراف عرب در شهرهای مدائن ساکن شده و جمعیت دوگانه ای را تشکیل داده بودند، عرب و عجم. مدائن سال 41 هجری قمری. ساقه ساقه گندمزارت به دخترکان دم بخ میماند. ابو سلیم ببین چه میلولند و میرخصند و دلبری میکنند. دستت درست، الحق که با این دسترنج طلار رو حقیر کرده ای. آب حلال، زمین حلال، دانه حلال، ارباب سخی، رعیت راضی، خداوند قاضی. بایدم طلا درو کنی مختار. پس زودتر دست به کار شو که آفت امراض و ملخهای شامیش در راهند. حیف هست این دردانه ها لقمه شیاطین شوند. بسم الله. دروگر و خوشه چین منتظرند. نوبر زراعت را خودت بردار. الهی به امید تو. رایا به شکرانه نعمتت و به حرمت دانهی پاکیزی، مشتی برای پرنده، مشتی برای چرنده، مشتی برای خزنده، مشتی برای پیششین و رونده، به نیت اقبال و طبع بلند، زهر جان حسود و بخیل و نسبانین و دغل، به کوری چشم شور تا نفقه سود، به چشم داشت زراعتی بیخار و خش، به وعده نانی پاک و بیغلغش، به حق نان و نمک، به حق خمس و زکاتی که حق و ناس است، جهت اطعام مستحق و مستمند، بیفزا به برکت این خوشهای زن. شبه. به پا ابو اسحاق، دون بریده زیانکار است. عرصه را تنگ ببیند زراعت را کنفیکون می کند. ابو سلیم از این سوهای کنید تا از گندمزار بیرون شود. آه! 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 آه!
پا ابو حسام زد جان هست و بدقیس به پا ناکارت نکنه شیر یورش میبری؟ گندمه دانه سلامی رو مانی؟ چقدر من پیر مرد را دق داده؟ چه برمی کرده حلال خورده؟ باید بند بند دم کرده را اصلا جدا کنی زربی این گراز با دو تیر شکار شده دو تیر هم برای این لاشه به بو آمده کمست مختار باید با صد تیر سوراخ سوراخش میکردی اما من یک زوبین بیشتر نینداختم پس آن یکی تیر تیر غیب بوده درود بر پهلوانی که شمشیرش را با بیل عوض کرده پهله نمیخوای مرد دهخان؟ چرا؟ به کلاغ‌ها نگاه کن این مزرعه مترسک ندارد حاضرم موز خوبی دهم تا مترسک شوی و کلاغ‌ها را بتارانی کسی که زره و خود و شمشیرش را به بیل و داس و کلنگ فروخته باشد حتما سخاوت پهلوانی را هم به سخاوت دهقانی معامله کرده مرد جنگ را با مترسک یکی کردن بی‌انصافی است مختار خوش آمدی مرد جنگ و جهاد خوش باشی مرد باغ و راغ در میدان شکار مختار فقط یک رقیب دارد به نام کیان خسته نباشی ایرانی با وفا آنده نباشی عرب با صفا بدانی چقدر دلتنگت بودم سر و جان ارزانی دلتنگ یار یا که عیش زراعت امسالم را صد چندان کردی حرام است بنده خدا حرام است مسلمان چرا حرام است؟ به همان دلیل که گوشت سگ حرام است به جای لاشه این گراز لاشه سگ بود باز هم هوس میکردی پیله اش را کوب کنی؟ گوشت سگ کجا؟ گراز کجا؟ این حیوان جز گندم دانه طلا نخورده این گوسفند پرواری است پوست و گوشتش پر از خاصیت است بلمثل چه خاصیتی؟ پوست داغش پای کرخ را دردم خوب میکند گوشتش هم برای سفتی کمر خوب است تو واقعا مسلمان شده ای یا هنوز بر دین مجوسی چرا جر و بحث میکنی زربی این قباد دیوانه هم کرده بو اساق کارت به شکم خورده هوس کباب گراز کرده هرچه آیه و حدیث و دلیل برایش میخوانم حریفش نمیشوم به به چشممان به جمال پهلوان کیان روشن خوش آمدی دلاور ناخوش نباشی زربی خدا قوت عمرت زیاد کیان جان تو به این هم نژادمان حالی کن گوشت گراز حرام است یا حلال قباد گوشت گراز مضاف بر خواص عیبی هم دارد که وقتی خوردی پشیمان می شوی چه عیبی پهلوان؟ کرم روده هایت می اندازد خارش روده بیچارت می کند به ململ می افتی واقعا؟ می توانی امتحان کنی؟ نه پهلوان مولمول درد شرم‌آوری است. می‌دهیم سگ‌ها بخورن. خدا هم باتت را بیامرزد. به لغلغه زبان افتادن بس که با او جدل کردن. گوشت گراز می‌خوردن، برکت از این زراعت می‌پرید. زربی. تعامی بیاور در خور دلاور سردار سپاه پسر علی. اصای سیدی. بسم الله کبک بریان نمیخوایی بپرسی از کدام جهنم میایم؟ نپرسیده میدانم
از میدان جنگی که برندهش معاویه ابن ابو سفیان است، بازندهش حسن ابن علی. همین؟ نه همین. من با تو عقد اخوت بستم کیان. از کوفه به مدائن آمدم تا به تو نزدیکتر باشم. به خدا قسم یک تار موی گندیده‌ات را با کرور کرور شیوخ هرخوری مذهب و دمدمی مزاج کوفی عوض می کنم. روزی که رزم جامه پوشیدی و عزم جنگ کردی پشتم لرزید. وداع آن روزت بوی مرگ می داد کیان. در غیابت روزی هزار بار دیداره دوباره ات را آرزو کردم. خدا را شکر که زنده ای. دل چاک چاک و خونین برادرت را نمی بینی؟ نمی پرسی در رکاب پسر پیامبر چه ها دیده ای؟ تو رفتی و دیدی، من نرفته دیدم کیان. ندیده ای مختار. به خدا قسم غربت و تنهایی پسر پیامبر را ندیدی وقتی که کوفیان به طمع غنیمت به خیمهش ریختن و سجاده از زیر پایش بیرون کشیدن. من غربت و تنهایی پدرش علی را دیدم وقتی کوفیان با شمشیرهای آخته به خیمهش ریختند و قصد جانش را کردند. تو به قدر من عراق عرب را نمی‌شناسی کیان. معاویه و امراست بر اشتر جهل کوفیان سوارند. آنها بازی را در صفین بردند. عراق روزی فتح شد که قرآن‌های مکر را امراست بر نیزه رفتند. خنجر یکی از خوارج دیشب در سابات مدائن پای پسر پیامبر را شکافت. مختار، خنجر زارب زهراگین بوده باشد، جان امام در خطر است. یا صاحب صبر، به این برکت قسم میدانستم. میدانستم عاقبت این لشکرکشی رسوایی پیش از پیش کوفیان است. امام را به کوفه بردید یا هنوز در صفات است؟ به توصیه خودشان قرار شد به کوشک سفید مدائن برود. فرمودن مرا به سعید ابن مسعود ثقفی برسانی که تکیگاه امنی است و به ما خیانت نمی کند. مدائن را باید به خواب بدید. اهامره نمرده. خلیفه است. خلیفه حسن ابن علی ظاهراً دیشب در سابات زخمی شد. قصدشان بلواست. قفلت کنید، خریت عجمان رنگ از مدائن را بیران کنید. الله يا محمد، الله يا محمد، الله يا محمد، الله يا محمد.
محمد است. چه خبره؟ خلیفه است، زخم برداشته. پس خوارج به قولشان عمل کردند، معاویه شکار شد، مانده امراض. کجای کاری تو؟ معاویه در بهشت سبز دمشق خدایی میکنه. این که میبینی زخم برداشته، حسن ابن علی است. شنیدم معاویه برای سر پسر علی 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش رو وعده داده. جان من؟ جان تو؟ چه گران سر از پسر علی؟ چرا خلیفه را به کوفه نبردند؟ چه عرض کنم؟ یحتمل مدائن امتر از کوفه است. هرچه نباشد عجمان مدائن بلستر از کوفیان 1000 قبیله هست. عرض نکردم؟ با این اوضاع نیازی نیست شامیان به مدائن حمله کنند. از فردا عرب و عجم در مدائن دشمن خونی همند. حیف شد، تازه داشت بازار کسب و کار ما داغ میشد. یا سید شباب اهل الجنه، جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته، شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر تله‌های معاویه شدند و خیانت کردند، رویشان سیاه. سید ابن مسعود ثقفیم سرورم، فرماندار مدائن، ممنونم که حقیر را لایق میزبانی دیدید. قدم بردیدم نهید و کوش سفید مدائن را به برکت وجود اقدستان منور کنید. خون زیادی از امام رفته امیر، بیمان داریم خنجر زارب لعین آغشته به زهر بوده باشد. محتاج طبیبی هستیم حاذق، تا فرصت فوت نشده چاره ای کنید. طبیب و بستر هر دو فراهم از سردار، بیایید. باش سردار، کاری نداشت از مهابت نعرت دستم بلغزد. عذر تقصیر دارم حکیم، دست خودم نبود. لحظه ای شما را جای آن ضارب ملعون دیدم. شما خسته و خیالاتی شده اید سردار، البته حق دارید. توصیه میکنم کمی استراحت کنید و کمی هم توکل. هرچه مشیت الهی باشد همان میشود. بله بله بله. بله البته البته. تو برای چه اینجا کیم؟ آمده ای تا وفایت را به رخم کشی یا آمده ای تأخیرم کنی؟ آمدم که شیر خفته عرب را بیدار کنم. تو آب روی غیرت عربی مختار، آمدم دریای غیرتت را طوفانی کنم. تو چه بکنم؟ که امامت را دریابی.
روانیست که امام تو تنها باشد و تو در فکر شلیت کاه و جوال گندمت باشی. شما ها که آنجا بودید چه غلطی کردید؟ تو خودت را با امثال من میسنجی ابو اسحاق؟ تو مختاری، پسر ابو عبید ثقفی، پسر سردار فاتح ایران. کدام عربیست که نام ابو عبید ثقفی را بشنود و سرخم نکند؟ تو کجا و من کجا؟ از یک ایرانی که عرب نژادش را حقیر می داند توقع چه معجزه ای داشتی مختار؟ معجزه خندق سلمان فارسی را. تو می توانستی سلمانی باشی در کنار پسر پیامبرت؟ عرب امروز با عرب زمان پیامبر فرق می کند مختار. ها، پس بیهوده میخ بر سنگ مکوب. برای عرب امروز نام و آوازه ابو عبید ثقفی یعنی کشک. آواز از این بلندتر که صاحب ذوالفقار باشی و شکننده در خیبر. این جماعت به پسر عم و داماد پیامبرشان رحم نکردند. طلا و ریای شامی عقل و دین عراقی ها را زایل کرده. کوفی امروز خرید لنگو از نفس افتاده است که با هیهه امثال من جم نمی خورد. برو کیان، برو. من زارعی پربار باشم، به که جنجویی بیباره بر مختار. کیان، نا پیشتر در این باب سخن کردیم و ترفی نبستیم. رفاقتمون به جای خود، راهمون به جای خود. مختار، دشمن جفاکار به از دوست بیوفاست. تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست بر جان. تنهایی پسر علی کشنده تر از زخم خنجر جراح ابن سنان است. آمده بودم تا به حرمت رفاقت و عقد و خوفت اجابتم کنی تا مرهمی شویم بر قربت امام من. افسوس. پشایان ببرید، گریبان چاک دهید، خون ببارید، خاک بر سر کنید از این همه داغی که بر دل سید اولاد آدم فریاد یا محمد. فریاد یا محمد. فریاد یا برادران، گوش کنید. جراحت و تنهایی امام را هیچ مویه و نوحه‌ای درمان نمی کند. آنها که پیش قراول سپاه امام بودند و نوبت به نوبت رفتند و به اسارت طلاهای معاویه در آمدند خود را شیعه علی می خواندند. آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند، وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند، شمشیر کشان به خیمش تاختند و غارتش کردند. نامسلمان ها حتی به گلیم زیر پا و دستار و سجادش رحم نکردند. حکایت این جماعت طماع طلاپرست حکایت قوم بنی اسرائیل است و گوساله سامری. اینان
مصداق حدیث نبوی اند که فرمود هر امتی را فتنه ایست و فتنه امت من مال است. جفایی که بر امام مجتبی رفت تا یوم الحشر مایه طعن و لعن و دق خواهد شد. این بدنامی و بیوفایی همه مصیبت نیست. دیشب در سابات مدائن خنجر یک خارجی نابکار پای پسر پیامبر را درید. مدائن امروز میزبان سرو زخم خورده بوستان مصطفاست. مبادا کاری کنید که مثل کوفیان داغ بدنامی و ننگ بر جبین مدائنی حک شد. بر اشتر جهل و اسب خشمتان لگام بزنید تا بتوانیم با خرد و غیرت حیلت خصم را در هم شکنیم. حق بازان شامی، سربازان نامرئی معاویه و امراس با لباس مبدل در میان شما رخنه کردند تا با دعواهای عرب و عجم، اموی و علوی مدائن را برای پسر پیامبر ناامن کنند. مبادا فریبشان را بخورید. برادران، این مرد فرماندار منصوب ابو تراب است که امام مجتبی هم او را در مقام خود نشاند. او برای اهالی مدائن بوی حاکم پشمین پوش زنبیل بافشان سلمان فارسی را می دهد. پس توصیهش را به جان و دل بشنوید. جناب فرماندار، ما برای سربازی و جانبازی آمده ایم. بفرمایید چه کنیم؟ از اجتماع کردن، علل خصوص در جلو کوشک حکومتی اجتناب کنید که باعث قصور مأمورین در حفظ امنیت خواهد شد. به جای مویه و نوحه دعا کنید و به جای قیل و قال صبوری، که خداوند با صابران است. برادران، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. دلاشوبم سلیمه، دلم مثل سیر و سرکه هایت میجوشد. وقتی دلاشوبی و ناخونک به ترشی میزنی حتما حامله. سیقه عمر شدی، پیر و زمینگیر شدی، حیا نمی کنی. عمر شیر مرا خورده، به من حرامه. حرام؟ برو جلا، تو را چه به حلال و حرام. خاله انانه، آمدی جان دل؟ حنانه پیش مرگت دیر کردی. بدانی چه شهر آشوبیست، انگار زلزله آمده. خب زلزله آمده عمرم، زلزله آمده گلم. خلیفه عرب زخمی در شهر عجمان یعنی زلزله. ترس داشتم از ایر قارتیان شوی. شدم، عجمی قصد علنگوهایم را داشت.
کاسه سرش را ترکاندم. نه جان حنانه. جان حنانه. حق دل شیر داری دختر. من دختر سردار عجم کشم، دختر سردار فیلفگن، دختر ابو عبید ثقفی، خواهر مختار. قرار بود دل مرغ داشته باشم تا به حال ده جوجه دور برم جیک جیک میکردن. پس چی؟ بی خود نیست عمر سعد به طلبت بال بال میزند. حق دارد بی نوا. شکار ماده شیر جوانی مثل تو هنر میخواهد. یادت باشد ماده شیر جوان صیادش رو خود انتخاب میکند. تسلیم خاله جان تسلیم. من به میدان رجزخانی نیامدم، من قاصد عمرم. میشنوم خاله فتنه. بیا سر حسن ابن علی میتواند تو و عمر را به مراد دلتان برساند. عمر شاه عراق میشود و تو شاه بانوی عراق. عجب پدر سوخته ایست عمر، حتما توقع دارد منظر حسن را ببرم. ناامیدم نکن جاریه. معاویه وعده‌ای کرده است که خیلی ها به سر حسن طمع کردند. نه تو سر حسن را میبری نه عمر. ستا ابن ملجم به صف ایستادن. من باید چه کنم؟ کاری کن که مختار وارد میدان نشود. همین. مختار وارد میدان نمیشود. عمو جانت اصرار کند چی؟ پیشتر عمویم اصرار کرده و مختار زیر بار نرفته. این بار قصه فرق می کند جاریه جان. ممکن است تنهایی و مظلومیت حسن دلش رو بسوزاند به میدان بیاید. گیرم مختار به میدان بیاید، من چطور می توانم مانع شوم؟ به کمک ناریه زن برادر عزیزت. عشق آتشین مختار به ناریه هنوزم شنیدنی است. تو زیر پای ناریه می نشینی، ناریه در گوش مختار نغمه عاشقانه می خواند، مختار پایش رو می شود. ناریه با من یک دل است. پس کار تمام است شاه بانوی عرب. چه عروسی بشود. هنانه بریدیو دوختیو عروسیم گرفتی؟ مبارک ها باشد. پس شیرینی ما چه می شود؟ گوش های وامانده تیز تر است از زبان گزنده. جز عروسی چی شنیدی؟ توبه، گوش هایم کرم بگذارد اگر چیزی جز عروسی شنیده باشم. شیرینی بیا. سلیمه، من یقین دارم تو جز عروسی چیزی نشنیدی. بخواهی خیال بافی کنی و یک کلاغ و چل کلاغ، عمر گوش و زبان تند و تیزت را لقمه سگ می کند. چشم دل محبان اهل بیت پیامبر بعد از خداوند قادر متعال به شما دوخته شده طبیب. هر کاری میتوانید بکنید. خدایا ما را شرمسار پیامبرت نکن. الهی آمین. ایشان یکی از اطبای بنام و زبردست این دیارند. سردار معجزه‌گری هستند
متواضع، سبکدست و خوشنفس. جسارت هست امیر. گرگ های شام تمثیلی دارن که خداوند را لشکریانی است از اصل. زهری دارند به غایت کشنده، همون زهری که قطره ای از آن مالک اشتر را به خاک افکند. شخص شما مورد وثوق امام هستید. از لفظ مبارکشان شنیدم که شما را صدی صدید خواندند در برابر وسوسه های سبز نشینان دمشق. دلشوره من از جانب اطرافیان است. معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی به یکی از دخترانش را وعده کرد. میترسم امیر خدای نکرده نااهلی به طمع وعده معاویه به این کوشک رخنه کرده باشد. به زبانم لال قطره از آن سم مهلک را در طعام و یا مرهم زخم امام بریزد. حق داری تبیان، امام در این یکی دو ماهه از طرف نزدیکان و یاران تما ضربت بسیار خورده. او طبیب قابل اعتمادی است سردار، نگران نباش. طعام امام را اول به طباخ می چشانیم که فکر خیانت به سرش نزند. مراقبت از کوش را هم به برادرزادم مختار می سپارم که از هر حیث لایق است و مطمئن. خداوند قریب و خارتان نکند امیر. من می روم به امور همراهان امام برسم. تو هم از داخل این اتاق جم نخور، به شرطی که مخل در کار من نشود. طوری شده؟ باری توهم به سراغم آمد. خیال کردم طبیب ضارب است. پس با این حال روز باید یکی را به مراقبت از تو بگمارم سردار. خیالتان راحت باشد امیر. مشق میکنم بر خود مسلط شوم و اوهام را از خود برانم. اوه عجب تبی داری. تو که همه وجودت در آتش میسوزد سردار. داغم، داغ دارم امیر از این همه نامردی و نامردمی. تشتی آب سرد بیاورید. بیا چکمه از پای سردار بردار. رزم جامه از تنش جدا کرده پاشویش کنید. میدانستم که میایی. آمدم اما بدون شمشیر. کی با شمشیر داشتی میکنی مختار؟ تا وقتی چون تویی به جای عقل از دلش فرمان ببرد شمشیر مثل من در غلاف باقی میموند. خیلی عوض شده یا ابو اسحاق. عاقل‌تر شدم کیان. من بعد میخواهم به جای دلم مخم را به کار بیندازم. آداب قدرت با آداب طهارت فرق میکند سردار. فرماندهی که بی تدبیر داخل در جنگ شود خون خود و لشکریانش را به هدر می دهد. غلط نکنم اسیر بعد مخمسه ای شده یا ابو اسحاق. این که سرداری شمشیرش را غلاف کند و به جنگ از پیش باخته این عرفت اسارت در کمند شیطان نیست. اجتناب از خودکشی است که این سخن وحی است. به دست خود را هلاک نکنید. وقتی زین و یراق می کردی تا به جنگ بروید خطر را به شما گوشزد کردم، اما نه تو شنیدی و نه امامت. دل خوش کرده بودید به قیل و قال یک مش زبانباز بیعت شکن کوفی، درست مثل آن بدبخت بینوا که در سیلاب به جای خیک خرسی را بغل زده بود. من زین پس شمشیرم را جایی از نیام می کشم که خودم فریاد کنم حمله.
مختار، معلوم هست تو کجایی؟ فصل دروست همو جان، گندم درو میکردیم. شکر خدا امسال زراعت بیافتی داریم. این هم برای من معمایی شده. در این آشفت بازار دین فروشی که پای حیات و ممات علویان در میان است، تو سر در لاک خود کرده ای و به کشت و زر مشغولی. ای 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 ای. کیان، برایش تعریف کردی ما وقعه زخمهایی را که امام برداشته؟ بله امیر، امیدوارم کیف گندم درو مانه نشده باشد درست بشنود. حال امام چطور است امیر؟ زخم عمیق است کیان، ضربت تا مغز را نفوذ کرده و به استخوان رسیده. اما شکر خدا خنجر سمی نبوده. بیادبی نباشد امو جان، طوری با من حرف میزنید که انگار خدای ناکرده مرتکب گناه کبیره شدم. تلاش برای معاش از راه حلال کم از مجاهدت در راه خدا نیست. و من خدا را شکر، خدا را شکر که در نبرد با زمین همچون مجاهدین راه خدا بی ثمر نبودم. تلاش برای معاش نوعی مجاهدت هست، اما نه در زمانی که عده‌ای تیشه برداشته و میخواهند ریشه که دینت را قطع کنند. میدانی چرا امام به کوشک سفید آمده مختار؟ بله میدانم. چرا آمده؟ به دلیل اعتمادی که به شما داشته. مرحبا، این برای ما کم آبرویی است؟ با وجود زخم‌های بیشماری که امام روحن و جسمن برداشتند، ما را جز مقربین خاصه خود پنداشتند و به ما تکیه کردند. در حال حاضر ما هم ردیف و اهل بیت پیامبریم. حیف نیست این قوم و خیشی را به بهانه زمین و زراعت ضایع کنیم. از من چه کمکی برمی آید؟ پشت به دشمن نکن، به میدان بیا، رزم جامه بپوش، چنگ بر قبضه شمشیرت بزن، پشت به پشت عمو بده تا به فضل خدا کید شیاطین را در هم شکنی. در حال حاضر برای در هم کوفتن دشمن شمشیری باید که بتواند جهالت را گردن بزند. من چون این شمشیری ندارم. یعنی باز هم میخواهی در امر جهاد قصور کنی؟ آن هم جایی که امامت آشکارا دست یاری به سویت دراز کرده؟ عمو جان، من نوجوانی 13 ساله بودم که پدرم کشته شد و شما کفالت مرا قبول کردید، پس حق پدری برگردنم دارید. رسم ادب و تکلیف شهر حکم می کند مطیع اوامرتان باشم، سمعن و طاعتا. اما توقع دارم در حد فهم و شعورم با من صحبت کنید. من مردی 40 سالم. کسی که از ایام نوجوانی با شمشیرش بیعت کرده باشد، ترک میدان جنگ را ننگ می داند. اما جنگیدن هم قاعده و قانون دارد. زر در ترازو، یعنی زور در بازو. حضرت شیطان امروز طلا دارد امو جان، طلا. دخول در چون این جنگی غلط بوده، ادامهش غلط، اندر غلط. پناه بر خدا از شر وسوسه خناس. زبان شیطان در کامت میچرخد مختار، طوری حرف میزنی که انگار امام عالم به قاعده و قانون جنگ نبوده و دشمن را به قدر تو نمیشناخته. او از سر جبر تن به جنگ داد جان من، همانطور که علی در صفین جبرن جنگ برده را وانهاد. امام شکست و غربت و تنهایی را به جان خرید تا این جماعت را به جهلشان عالم کند. به خدا قسم برای انزوایت معیشت دنیا را بهانه می کردی، گواراترم بود تا به علم و درایت امامت شک کنی. خدایا این شک نشان هدایت است یا نشان زلالت؟ من که به او لغمه ناپاک نخوراندم، پس چرا درخت عمرم میوه تلخ داده؟
میوه تلخ به از میوه مزمون. من عقیده‌ام را صادقانه ابراز کردم. اشکال از شماست. به من تزویر نیاموخته اید. چه باید بکنم؟ حاضری با جان و دل به من کمک کنی؟ آیا چون اینه بود که به کوشک نمی آمدم؟ بفرمایید چه خوابی برایم دیده اید؟ معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده کرده. میدانی یعنی چه؟ بله، یعنی با این وعده دیو تمر را به جان خیلی ها انداخته. یعنی عالم عرض برای امام ناهم شد. از امروز مراقبین و محافظین خاتم کوشک هر کدام میتوانند سرباز خفیه معاویه باشند. چگونه میخواهید در میان این همه دشمن ناپیدا جان امام را حفظ کنید؟ بار گرانی است بر دوش ما. همتی کن که زیر این بار کمر نشکنی. منم این تر از تو کسی رو نمیشناسم. کاری کن که در یوم الحساب نزد پیامبرمان خجل نشوی. چه میاندیشی گلم؟ یعنی میشود هنانه؟ مختار بخواهد کاری کند فیل هم جلودارش نمیشود. پس از معجزه عشق غافلی. عشق تنها بندیست که میتواند شیری مثل مختار را زمین گیر کند. تیزی جادوی چشم ناریه کند شده باشد چه؟ ناریه زن بی هنری نیست خاله. او رقیب کم نداشته. یکیش خود من. هنوز که هنوز است در آتش حسادت به او میسوزم. واقعا تو هم عاشق مختار بودی خاله؟ دلاوری مثل مختار رؤیای لشکری از دخترکان سیه چشم عرب بوده و هست. برو خاله، وقت تنگ است. به ناریه بگو بند از دست و پای شیر مردت برداری، دیگر صاحبش نیستی. I'm gonna have it on me.